Шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед? Пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. Молои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. Ба ҳама намуди молҳои мо. Суроға кӯчаи Озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. Мағозаи беҳтарин. Шитобед то хариди қулай намоед. Бинандаҳои азиз салом. چون همیشه که شرحی مهمترین خبر و جنایت ها رو که در هفته سپری گشته آشکار و به قید گرفته شدند برایتان پیشکش می نماییم. جنایت و جنایتکاری از ظهورات نامطلوب است که در برابری به محرومیت دچار نمودن اشخاص به این کار دست داشته اینچنین داغ به جامعه آورده نزدیکان و پیوندان را سرخم و شرمسار می نماید. با شما هستم تولازاده ماهرخسار. سرخط برنامه چنین است. تهدید و ثبت نوارهای به عبرو کننده تمجویان به دست افتادند. پونزدهم اتاج به آوردیمش، پیفهموندیمش، یده شپلاق رو زدیم، سیم کش کردیم، گفتم چیزی داری برای تلفن شبر آورد، سوم شبر آورد، از او 340 میلیه شبر آورد، یک چلای هنو کبینه نگه. 100 هزار عدد موتهای طرفگری از معاملات باز داشته شد. سلامتی ملت بایگری دولت بیش از نیم تونه گوشتای پسیفت مصادره گردید. حالای زبانش ری سلامتی. زبانش با خمانده گوشتای کلا رو چکنه کنید؟ گوشتش یک آدم آمده گیره میره خواهر نمید. از کجا؟ کلای گوشتی کلا چند سون؟ اسپایس. این و دیگر خبر و گزارش در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. جهش اپلیکاتیوی کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در سمت مصادره وسیله نشئه‌دار باز یک نتیجه را به دست آورده. قصد جنایتی یک گروه نشئه‌جلاب اشدی را برهم زد. ضمن بازداشت از نشئه‌جلابان مقداری مخصوصا کلونی وسیله نشئه‌دار دریافت و مصادره کرده شد. سراج الدین شکوری در این خصوص گزارش آماده کرده است. پیشگیری معاملات غیرقانونی وسیله نشئه‌دار یکی از سمت‌های افضل‌ادناک فعالیت مقامات میلیسیا به شمار می‌رود. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در این سمت تجربه ملکه بلندی کسبی داشته همساله گروه های نشجلاب را دستگیر و مقدار زیادی وسته گوناگون نشدار را مصادره می کنند که تا اندازه پیش روح نشمند گردیدن شهروندان گرفته می شود. از جمله در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی اخیراً باز یک گروه قاچاقچیان وسطای نشدار در حدود شهر دوشنبه دستگیر کرده شدند. اینها شهروندان زویروف یوسف سال تولدش 1983 و زبروف عبدالعزیز سال تولدش 1988 استقامت کنندگان شهر دوشنبه می باشند. چنان در نتیجه پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد، گمبرشونده زویروف یوسف اولهای ماه نویبر سال جاری وسطای نشدار را از دیگر همسلک جنایتی خود که این زمان در خروج کشور قرار دارد قبول نموده به شهر دوشنبه انتقال و در مخفیگاه مخصوص پنهان کرده است. همزمان نامبرده سنه 26 نویبر سال 2022 با زبروف عبدالعزیز واخورده یک مقدار وسطای نشدار را با مقصد فروش و استعمال به او داده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از نامبردگان در عموم زیاده 13 کیلوگرم وسطای نشدار نوهای حشیش و افیون دریافت و مصادره کرده شدند. تخمینا اولهای ماه نویبر 13 کیلوگرم موادهای مخدر نوع افیون و حشیش را به شهر دوشنبه آوردند و در منزل زیستان پنهان کردند. تخمیناً ماهای نویبر سنه 26 یک مقدار به عبدالعزیز دادم برای فروختن. روز 27 نویبر مرا کارمندان میلیتسیا دستگیر کردند. با بسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، آنها در حبس پیشکی قرار دارند. دیده و دانستن نگاهداری و به فروش برآوردن محصولات گوشتی که به طلبات بی‌خطری جوابگو نیست سبب شد که نسبت شهروند الهام اکبرو سال تولدش 1988 ساکن شهر خوجند طبق طلبات ماده 209 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شود. شرح این جنایت در گزارش مایور میلیسیا اکبر شریفی.
Бо гирифтани ахбороти оперативӣ, кормандори мақомоти прокуратура ва милицияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми гузарондани санҷиш ба тариқи назорати умумӣ дар нуқтаи коркарди гӯшти ба соҳибкори мазкур тааллуқ дошта, воқеъ дар кӯчаи Ҷураеви ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсулотҳое дарёфт гардид, ки ба талаботи бехатарии ҷавобгӯ нест ва ҳаёту саломатии истеъмолкунандаро дар хатар мегузорад. Як ҳафта як дутта гомо куштем. Калора та чи истифода мебарем? Кале забонаша ресторан метем. Забонаша? Боқимонда гӯшта калара чӣ кунати? Гӯшташа як одам омда гиро мера фаъал намад. Аз куҷо? Килои гӯшти кала чанд сум? 5 сум. ҳангоми санҷиш 516 килограмм гӯшт дар ҳолати муқаррарӣ ва ях карда шуда, ҳамчунин 8 адад калаи чорво дарёфт гардид, ки дар ҳолати ғайрисанитарӣ нигаҳдорӣ шуда, қисме аз онҳо, аниқтараш 85 килограмм гӯшти ях карда шуда, 8 адад калаи чорво дар ҳолати кӯҳна ва сармозадагӣ барои минбаъд ба фурӯш баровардан нигоҳдорӣ мешуд. Мувофиқи маълумотномаи Маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ, ин маҳсулоти гӯшти аз ҷиҳати сифатнокӣ ба саломатии инсон хатар дорад, зеро дар таркибаш моддаҳои зараровар мавҷуд мебошад. Барои муайян намудани ташхис ба се шуъба ворид карда шуд: шуъбаи микробиологӣ, бактериологӣ ва кимиёвии заҳринагӣ. Бактериёе, ки дар таркиби ҳамин гӯшт ҳаст, ба саломатии инсон хатарнок ҳисобида мешавад. Дар идомаи санҷиши назоратӣ ошкор карда шуд, ки соҳибкори инфиродӣ Илҳом Акбаров барои коркарди гӯшт сокини шаҳри Хуҷанд Муроҷон Рустамовро ҷалб намуда, дар шароити ғайрисанитарӣ бо истифода аз хизматрасонии ӯ аз калаи чорво маҳсулоти гӯштӣ омода менамуд. Зимни санҷиш аз манзили истиқомати номбурда воқеъ дар шаҳри Хуҷанд 99 адад калаи чорвои майдаи шохдор ва 51 килограмм гӯшти коркардшуда мусодира гардид, ки барои ба муомилот баровардан пешбинӣ шудааст. Натиҷаи ташхис хатар ки ин маҳсулоти гӯштиро ҳам тасдиқ кард. Бо ин кирдорҳояш Акбаров Илҳом талаботҳои моддаи 209 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон намудааст, ки аз тарафи прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати номбурда бо моддаи 209 қисми 1 парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда, тафтишоти пешакии он идома дорад. Дар ҳолати ғайрисанитарӣ коркард ва омода намудани маҳсулоти гӯштӣ, нигоҳдории гӯшти муҳлати истеъмолаш гузашта, фурӯши маҳсулоти гӯштӣ бе маълумотномаи бойторӣ, ҷамъоварии устухонпораҳо, ки метавонад ҳамчун манбаи сироят ба атрофиён зарар расонад, далелҳое мебошад, ки дар парвандаи ҷиноятӣ нисбати Илҳом Акбаров оғоз гардида ҷамъоварӣ шуданд. Ғизои тозаву бехатар нигоҳдорандаи саломатии инсон мебошад. Ҳам истеҳсолкунанда ва ҳам истеъмолкунанда набояд ин омили нигоҳдорандаи саломатӣ нодида гиранд. Мақомати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе тамаҷҷӯи як гурӯҳ ҷавононро ошкор намуданд. Гумонбаршудагон бо таҳдиди паҳн намудани маълумот ва наворҳои беобрӯкунанда вобаста ба ҳаёти шахсии як нафар ҷавон аз ӯ 10,000 сомонӣ талаб карданд. Сироҷҷони Шакурӣ оиди ҷинояти содиркардаи гумонбарон гузориш таҳия кардааст. از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه پیشبرد یک قطار چورابینی های اپراتیوی جستجویی سه نفر همچون گمانبر در صدیر نمودن جنایت های تمجوی و غارتگری دستگیر کرده شدند. اینها شهروندان بازاروف ابراهیم بیک کومیلوویچ سال تولدش 1998 استقامت کننده ناحیه دنگره حسن و فتح الدین جمال الدینوویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده ناحیه 5 ва Лолаев Абдусамад Кумиевич соли таварадаш 1990 истиқомат кунандаи ноҳияи Ёвон мебошанд. Дар натиҷаи пешбурди тафтишот муайян карда шуд, ки номбурдагон санаи 15 ноябри соли ҷорӣ як нафар ҷавонро барои фиреб ба ошонаи 15 бинои сохтмонаш нотамоми кӯчаи Турсунзодаи ноҳияи Шомансур бароварда барои зӯроварӣ ва латукуб 2 адад телефони мобилӣ бо арзиши 2060 сомонӣ ва 1340 сомонӣ маблағи пулии ҷабридаро تصرف نمودند. پانزدهم اتاج براوردیمش، حیفانوندیمش، یاد شپالوک رو زدیم سینیم کاش کردیم. گفتم چیز داری براو تلفن شبروار، سوم شبروار، از اون 340 سینیگه شبروار، یک چالای آنو که بیلند گیا، بعد چی؟ قریب ده تا یک ساعت، یک نیم ساعت، کابینیمش، مقصد فانوندیمش، بوکی نکنم میکنم. بعد فرواردیمش، برومات براف. ҳамзамон бо ин қаноатманд нашуда гумонбаршаванда Боронов Иброҳимбек ҷабрдидаро зери латукуб қарор дода, ӯро ба воситаи телефони мобилии худ ба навор гирифта, тавассути шабакаи иҷтимоии Инстаграм паҳн намудааст.
اینچنین گمبرشونده برای پهن نکردن دیگر نوارها و نست و نابود کردن آن از جبریده 10,000 سومانی طلب کرده با این ترتیب دست به جنایت تمجوی زده است. بعد در اسپاس ما ویدیویی که ما زدیمش زیاد ساش کردیم در اینستاگرام پارتوفتیمش بعد یک سال پس ما را زن زد نیم سال یک سال پس ما را زن زد که اکجون همی کرونا که خونوی ما را میزنن جنگ میکنن مقصد باقل میکنن هر گاه میگن میسول امرا او دلیل که ما گفت که سمتامی ها رو میتونن اما سمه که ما گفتیمش گفت که 8,000 دارو میارو میتونن ما گرفتم دلیل چش کردم بعد اکی باید میوار میداد کمانوی ملیچه ما را دستگیر کردم. و بسته به حالت مذکور این زمان نسبت گمبر شوندگان طبق طلبات ماده 250 تمجویی و 248 غارتگری کودکس جنتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنتی آغاز کرده شده نامبردگان در حبس پیشکی قرار دارند. از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی نسبت شهروند ستار اوتابک سال تولدش 1993 اسقامت کننده شهر بختر ولایت ختلان طبق طلبات ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردید. بازداشتگرده خود را کارمند میلیتیا معرفی کرده از یک نفر سکنی ولایت سوخت برای عوام فریبی مبلغ به دست آورده است. اکبر شریفی آید کردارهای ضد قانونی گمانبر گزارش تهیه نموده است. مراجعه مردی 22 ساله ساکن شهر خوجند به شعبه کافتکاوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد در خصوصی مورد تهدید و تمجوی قرار گرفتنش از جانب نفری که خود را کارمند میلیتیا معرفی نموده با بهانه از جوابگری جنایتی آزاد نمودن از او در دو مرحله 3440 سومونی گرفته است. چهره شهروند ستاروف اوتابک رحمانعلیویچ سال تولدش 1993 اسقامت کننده شهر بختری ولایت ختلان موقتا ساکن شهر خوجند را بی پرده ساخت که در اصل نه شهروند مقامات بلکه بدنام کننده مقامات شهروند عادی و کرایه‌کار است که با خدمت رسانی به مردم معیشت روزگارش را تامین می نماید. گمانبر شده ستاروف با بهانه رقم تلفن همزیستش را در شبکه اینستاگرام گذاشتند جبریده را دعوت نموده او را باور میکنند که کارمند میلیتیا است و در صورت پرداخت نکردن مبلغ نسبتش پرونده جنایتی آغاز نموده از آزادی محروم می نماید. برای اون که اون نفر باور کند شما کارمند مقامات ملیتیا هستید شما با او چی نشان دادید؟ کدکس رو کدام نمودی کدکس؟ کدکس جمهوری تاجیکستان کدکس جنایتی؟ جنایتی رو در همه اتاق کورید بود یا کدکس های خودتون رو وردید؟ من خودم رو وردم از کجا وردید؟ از خونه وخوری اونها سنه 19 نویبر در محله 20 شهر خوجند صورت گرفته گمانبر شده جبریده را به حجره استقامتی واقع در آشونه یکمی بینوی نفس ساختمان که همچون حجره کاری مجهز بود آورده باری اول تلفن موبایلی با ارزش 1800 سومونی 700 سومونی پول نقد و شناسنامه‌اش را میگیرد. در ادامه به خاطر آغاز نکردن پرونده جنایتی و با جریمه محدود نمودن جزا باز پرداخت 2740 سومونی را طلب نموده سنه 21 نویبر این مقدار مبلغ پول ایرانیز از او گرفته است. نسخه کودکس جنایتی و شرایط اداروی داشتن حجره زمینه گذاشته است که جبریده به گپای دروغ و بافتای اوتابک ستاروف باور کند. آشکار گردیدن مردم فریبی میلیتیا قلبکی را به نقاب ساخت و نسبت او طبق طلبات ماده 247 کودکس جنایتی قلبی پرونده جنایتی آغاز گردید. نفران اویدی حرکت های غیر قانونی اوتابک ستاروف معلومات داشته یا ضرر دیده می توانند به مقامات میلیتیا مراجعه نمایند. با شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شاه منصور با عریضه مرد 32 ساله ناحیه مذکور مراجعه نموده است که شخصان نامعلوم برای پنهانی وارد دکان زرگریش گردیده از آنجا جواهرات گوناگون نقرگین و طلایی را تصرف نمودند و به جبریده بیش از 140,000 سومانی ضرر اقتصادی رسانیدند. کارمندان میلیتیا یک نفر جوان ساکن شهر دوشنبه را همچون گمانبر در جنایت مذکور بازداشت نمودند. تفصیلات در این باره. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور با مقصد آشکار و پیشگیری جنایتکاری در حدود منطقه خدمتی خود به طور شبانه روزی فعالیت اپراتیوی جستجویی را به راه ماندند. این است که افراد جنایتپیشه دستگیر و به جوابگری جنایتی جلب کرده شده مال و ملک شهروندان در امین نگاه داشته می شود. محض نتیجه چنین فعالیت ثمرناک اپراتیوی کارمندان شعبه مذکور بود که در مدت کوتاه بعد همگی یک روزی صادر شوی جنایت دزدی نفری گمانبر دستگیر کرده شد.
در صدور نمودن جنایت دزدی مخصوصاً کلان، شهروند فتولایف شیرزاد اسراروویچ سال تولدش 1992 زاده و استخدامت کننده شهر دوشنبه کوچه غفوروف گمانبر دانسته می شود. زمین پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که گمانشونده فتولایف شیرزاد سنه 8 دکبر سال جاری تخمیناً ساعت 2:30 دقیقه به مقصد تصرف نهانی مال و ملک غیر توسط تجهیزات آهنبوری قلفی در سیخ زرگری واقع در کوچه رودکی ناحیه شامنصور که با شهروند جمعیف اولوغبک سال تولدش 1990 تعلق دارد وارد گشته از آنجا مقداری مخصوصاً کلون جواهرات نقرگین و طلایی را ربوده است که ارزش جواهرات نقرگین 90 هزار سومانی و طلاواری ها 51 هزار سومانی را تشکیل می دهند. بندرکا پیوست کم با بندرکا بریدم همجرا بندر اوی قدمو من خدم اومده بود که معنی دوی کم که دویجن نقرا بدم نقرا ایتون در سونکای سیو بور قدمو و بیا ایتسی تدیا نقرا جسیو بود نقرا خرو بود و بیا بور قدم بومدم. بعد از دستگیر گردیدن یک مقدار جواهرات نقرگین را بوده شده همچون دلیل شایعی دریافت و مصادره کرده شدند. با نظر داشت دولت های مذکور عین زمان نسبت فتولایف شیرزاد طبق طلبات ماده 244 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد. در دایره یک چرابینی مقصدناک کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه یک نفر ساکن شهر حصار را برای نگهداری و با معاملات برآوردن موادهای طرفگری بازداشت نمودند. ضمن بازداشت بیش از 100 هزار عدد موادهای پیروتکنیکی دریافت و مصادره گردید. محمدعلی کریمو از مصادره چنین موادی به جامعه ضرورآور گزارش می‌دهد. موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با فروش گذاشتن موادهای طرفگری قطعیان منع بوده برای چنین افراد جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. متاسفانه هستند نفرانی که با مقصد به دست آوردن درآمد پولی دست به چنین کرداری غیر قانونی میزنند. از جمله دوام هفته سپری شده از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه یک نفر هنگامی به فروش گذاشتن موادهای طرفگری دستگیر کرده شده از او مقداری مخصوصا کلون موادهای طرفگری دریافت و مصادره کرده شدند. این نفر شهروند محیدین زاهرجان طاهرجانوویچ سال تولدش 1993 استقامت کننده شهر حصار میباشد که با مقصد به دست آوردن درآمد پولی دست به کردار غیر قانونی زده است. چنان از زمینی پیشبردی کارهای سنجشی معین کرده شد، نام برده مقدار زیادی موادهای طرفگری را به شهر دوشنبه انتقال داده میخواد مبلغ به دست آورد. اما مقامات میلیسیا این هدفهای او را برباد دادند. بعد از دستگیر کردیدن از او در حجم زیاده از 94 هزار موادهای پیروتکنیکی دریافت و مصادره کرده شدند. که طبق تشخیص همه آنها کارشویان بوده ترکنک های نوی ترن یمه باشند. سنه دیوی دکه بود ای با بجون غفروف همین خلافش کرد و مقدار چور کروکه و مبلغ 8000 سومو خریداری کردم. ای بجون دوشنبه وارده ای دوشنبه حساب با مبلغ 12000 میفروخته کماندار میلیتا دستگیر کردم. وابسته به حالت مذکور نسبت محیدین و ظاهرجان طبق طلبات ماده 199 علاوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد. در پایان نمایش همکارانمون اید فعالیت سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی در سمت پیشگیری از حادثه های سوختار گزارش تهیه نمودند. متوجه باشید. حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد فعالیت صاحبکاری همچون یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک تأمین کننده رشد اقتصادی کشور توجه مخصوص ظاهر نموده برای فعالیت استوار و ثمره‌ناک صاحبکاران و سوداگران تمام شرایط و امکانیت‌های ضروری را فراهم آورده است. در رابطه با این وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و رهبریت سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی جهت تأمین بی‌خطری مال و ملک تاجران و سوداگران از هر گونه حادثه های نخوش بخصوص حالت های سوختار پیوسته تدبیر و چاره های ضروری را راه
اندازی می نمایند. در این زمینه تشکیل و گذراندن چورابینی های مقصدناک ضد سوختوری در بازار و مرکز های کلان سودا و سریوخت آشکار و برطرف نمودن کمبودی و نورسایی های ضد سوختوری در آنها یکی از عوامل های اساسی کفالت حفظ حیات و سلامتی سوداگران و خریداران و تامین امنیت مال و ملک تاجران و صاحب کاران از نابودشوی در آتش به حساب می رود. در رابطه با این از طرف کارمندان سرایست خدمات دولتی آتش نشانی در جمعیت دورای مسئولیتش محدود بازار مرکز شهر وحدت منصوب به رایست مطلوبات شهر مذکور و جمعیت دورای مسئولیتش محدود اشان سیتی شهر وحدت با شخصان متصدی و محافظان و تاجران و سوداگران آن کارهای آموزشی فهماندهی و تشکیل و ترغیبات رعایت حتمی معیار و طلبات قاعده های بخطری از سوختور تشکیل و گذرانده شد. همچنین در یکجایگی با مسئولین بازار حالت تکنیکی و کارنشایمی واسطه های اوتوماتیکی از سوختور واقف کننده منبع های ذخیره آب از جمله حوض ضد سوختوری گیدرانت ها و جمک های داخلی آتش نشانی راه های برای حرکت آزادانه نقلیات های آتش نشانی و آدمان پیش بینی شده است دیدن نمودند. همین گونه چورابینی مقصدناک ضد سوختوری از جانب کارمندان سرایست خدمات دولتی آتش نشانی در بازار مرکزی شهر تورسونزاده منصوب به رایست مطلوبات شهر مذکور نیز تشکیل و گذرانده شد. ضمن برگزاری چورابینی های ضد سوختوری متخصصان خدمات در قطار دیگر مساله های مهم پیشگیری کننده به حالت آماده باشی دورجین های اداروی آتش نشانی تامین و رعایت حتمی قاعده های بخطری از سوختور در مغازه ها و نقطه های سودا و خدمات رسانی معیشی طرز وصل و جابجا گذاری کابل و ناخیل ها و استفاده تجهیزات و اسباب های گوناگون برقی و گازی اینچنین ترتیب درست و بخوف گذراندن خط های الهیده انتقال نیروی برق برای جای های نگهداری و فروش محصولات آذوقه‌واری زود ویران شونده و اسباب و تجهیزات مهم روشن دهنده شبانه داخل مرکز های سودا دقت جدی ظاهر نموده به رهبران و مسئولین انشاءات های سودای نامبرده برای در سطح خوب برای مانده شدن تامین وضع بخطری از سوختور یاری عملی رسانیده و دستور و پیشنهادهای ضروری داده شدند. نوابسته از تاکید و مراجعه و توجه همیشگی رهبریت دولت و حکومت جهت استفاده مقصدناک نیروی برق و به طور قطعی پیشگیری کردن اسراف‌کاری آن برخی صاحب‌کاران دیده و دانسته به طور غیرقانونی یا اینکه از تجهیزات بلندشدت برق را استفاده نموده به بودجه دولت ضرر کلان مادی می‌رسانند. از جانب گروه‌های کاری آشکار گردید که در دکان‌های نان‌پزی صاحب‌کاران حسینوا و حیدرف که در کوچه کروبسکی شهر دوشنبه جایگیر می‌باشند مصرف‌شوی بر زیاد نیروی برق جای دارد. گرچند صاحب‌کار زبیدالله حیدرف حساب‌کنه که برخی داشته و مبلغ را می‌سپارد اما در چهار چکدان نان‌پزی سپیرال‌های بلندشدت را استفاده می‌برد که این به مصرف‌شوی زیاد قوای برق آورده می‌رساند. همزمان در منزل استقامتی صاحب‌کار پیوست و نصب ناخیل‌های برخی خلاف طلبات‌های قاعده‌های ضد سوختور می‌باشد. اینچنین در منزل استقامتی حسین و مقدم نیز طلبات‌های ضد سوختوری رعایت نگردیده او نیز در سه تنور فراوان از سپیرال‌های بلندشدت استفاده می‌برد که این عمل آنها اگر از یک طرف به مصرف زیاد برق و ضرر به بودجه دولت شود از طرف دیگر هر لحظه می‌تواند به سر زدن سوختور سبب گردد. اوید به این حالت‌ها از جانب گروه‌های کاری مواد ترتیب داده شده چاره‌اندیشی کرده شد. این بود مجموعه مختصر خبر و گزارش‌های جنایتی که در هفته سپری شده به قید گرفته شدند و منظور شما نمودیم. خیر تا برنامه آینده تنسیت و خوشحال بمانید. شما میخواهید خریدی فایده آور بکنید؟ پس مرحمت با مغازه بهترین. مولوی تکنیکی از برندهای جهانی با تخفیف مخصوص با همه نمودی مولوی ما سراغ کوچه آزادی پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. مغازه بهترین، شتابید تا خریدی قلای نمایید.